در ارتباط با همین سوژه و موضوع برنامه میدونم کار کردی، یه مقدار توضیح بده چه عکس‌العملایی رو داشتی. حمیده، من سوال تو رو از چند زن در ایران در واقع پرسیدم، باهاشون صحبت کردم و مایلم که برایند صحبت‌های اونا رو بگم. این زن‌ها از نسل‌های مختلف هستن در شهرهای مختلف ایران. با یک دانش آموز دختر صحبت کردم در اردبیل و ازش پرسیدم که اگر حالا فردا جمهوری اسلامی بیاد بگه اصلا اجبار حجاب رو ما برمی‌داریم، به نظرت تموم میشه این اعتراضات؟ نظرش این بود که اصلا این اعتراضات محدود به حجاب نیستش که با یه همچین در واقع کوتاه آمدنی تموم بشه. اصطلاحی که استفاده کرد برای این جریانات کنونی ایران انقلاب بود و گفتش که به نظرش اعتراضات و اعتصابات رو به گسترشه، بیشتر و بیشتر شده. مردم چگونگی در واقع شیوه های اعتراضی رو بهتر یاد گرفتن، با هم هماهنگ تر شدن و در واقع به هنر اعتراضی اشاره کرد. پرفورمنس های مختلفی که ما در دانشگاه ها میبینیم، سرود های گروهی که خونده میشه و در واقع نظرش این بود که مردم پیشرفت کردن. به فراخوان ها اشاره کرد و گفت که نتیجهش این بوده که در شهرهای کوچک هم اعتراض ها روز افزونه. با یک پژوهشگر تاریخ ادبیات صحبت کردم در تهران، خانم جوانی که نظرش این بود که شاید هم کم بشه اعتراض ها. میگفت که ممکنه سبک بشه این اعتراض ها ولی متوقف نمیشه و یک روند طولانی تری رو به نظرش شاهد خواهیم بود در این صورت، در صورتی که حجاب اجباری لغو بشه. ولی در این حال این رو هم گفتش که در این روزها خیلی با مردم در تماس نبوده، شاید تحلیلش کامل نباشه. با یک خانم ویزیتور جوان در واقع نظرش رو گرفتم، این که گفت اصلا فکر نمی کنه به هیچ وجه که این اعتراضات تموم بشه و محدود به حجاب نیست اصلا. و گفت که اتفاقا اون هم به ماهواره اشاره کرد، گفت مثل ماهواره میشه آخرش احتمالا که آزاد نیست ولی همه دارنش و ممکنه که خیلی از آنها حجابشون رو به طور کامل بردارن اصلا. با یک خانم معلم در واقع با سابقه صحبت کردم در کرج که گفتش که سالهاست داره مطالعه میکنه خیلی دقیق جامعه رو و به نظر ایشون در واقع برداشتن حجاب، مقاومت مدنی در قبال این قانون سالهاست که شروع شده و با اعتراضات 98 شدت گرفته. میگفت که دختران جوان و زنان جوانی رو میبینه که به طور کامل اصلا حجابشون رو برداشتن، خصوصا بعد از 98، بعد از وقایع آبان، و این حمایت میشه از طرف مردان جوان و پسرهای هم نسلشون. و به سبک زندگی این نسل اشاره کرد، اینکه اصلا قائل نیستن به اون قوانین غیر انسانی و در واقع ناقض حقوق بشری که نسل‌های قبلی تسلیمش شاید می‌شدن، ولی اینها اصلا زندگی خودشون رو دارن، معاشرت می‌کنن، تفکیک جنسیتی رو کامل شکستن و فکر می‌کرد که این مرحله تازه‌تری از در واقع اعتراض‌هایی که پیش از این شروع شده بود به جای رسیده که دیگه بعضی زن‌ها حتی جلوی نیروی انتظامی و نیروهای حکومتی حجابشون رو برداشتن. و تحلیلش این بود که دو تا احتمال هست، یا اینکه الان می‌ترسن با اینها برخورد بکنن یا اینکه خودشون هم دارن امتحان می‌کنن ببینن عادی سازی میشه یا نه. بعد اشاره کرد به اعتراض‌های مستمری که در سال‌های گذشته بود از طرف فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و اینکه داشت میگفتش که اصلا مطالبات مردم، چیزهایی که میخوان خیلی بنیادینه و در واقع یک خشم 44 ساله‌ایه که جمع شده روی هم، تلمبار شده. و مورد آخر کرونا رو اشاره کرد، اینکه بعضی از کسایی که میگفت بعضی‌هایی که شهریور
کشور اومدن توی اعتراضات، حتی عزیزانشون که از کرونا درگذشته بودن سالگردشون نشده. بعد نظرش این بود که ممنوعیت واکسن کرونا از طرف رهبر جمهوری اسلامی بسیار مردم رو خشمگین کرده و اون خشم الانه که داره بروز پیدا میکنه. یعنی جرقه کشته شدن مهسا امینی این بشکه باروت رو اصطلاحاً منفجر کرده و جامعه به دوره پیش از انفجار بر نمیگرده.